چیکار میتونیم برای حضرت حجت بکنیم؟ آقا حضرت عباس علیه السلام برای امام حسین چیکار کرد؟ آقا اون که حضرت عباس، ما که نمیتونیم. چی گفته؟ اون خیلی هم خوششون نمیاد از این حرفا. اصلا در دایره هدایت الهی خداوند گاهی وقتا از افراد غیر معصوم یا معصوم در به اصطلاح درجه خاص خودشون افرادی رو میذاره تا نشان بده که میشود. قله اونجاست. بله. آقا اون قله است، حضرت عباس علیه السلام در قله است. به سمت قله که میتونیم حرکت بکنیم. بگیم آقا اون که تو قله است، پس ما همین پایین تو چراگاه مثلا مشغول خودمون باشیم. نه، به اون سمت شما حرکت بکن، میشی در حکم اونها. دقیقاً. عبارات قرآن هم فی سبیل الله، در مسیر اون، در مسیره، یا جهاد در مسیره. اینا خب چیزایی است که از کلمات، از مفردات میشه در آورد. خب حضرت عباس علیه السلام چند تا کار کرده. یکی که به این شما انفاق میکنید. بله. چه کار میکنید؟ دست میکنید تو جیبتون، نگاه میکنید، میبینید که مثلا خرجتون تو پایان ماه 3,000,000 تومنه، 200 تومن اضافه داری، میدید به یه نفر. یه کسی نه، دست میکنه تو جیبش، میبینه 3,000,000 تومن پول داره ولی برادرش احتیاج داره، یه تومنشو جدا میکنه. بهم میگن این دیگه انفاق نیست، این ایثاره. از خودش کم میکنه. یه موقعی هستش که این 3,000,000 تومن یه جا میده به اون فرد، میره درد او را میخره. از آن افراد درستان این کاری کرد، هم آنچه را که داشت اعطا کرد، هم فراتر از توان خودش، هم فراتر از ایثار و انفاق و گذشت و این حرفا عمل کرد. و اون اینکه درد امام خودش را به جان خودش خرید. شما تو حضرت زهرا سلام الله علیها هم همین را دارید، درد حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جانش خرید. ما نسبت به امام حسن علیه السلام خیلی ساده است. اولا اینکه باید بدونیم با کی طرفیم. شما وقتی میخوای برید دیدن یک نقاش، بله، چی براش هدیه میبرید؟ یه چیزی که مرتبط با کار او باشه. بله. وقتی که میرید دیدن یه مثلا فرض به معلم، میدونی مثلا یه کتابی، یه چیزی، مثلا توپ فوتبال براش نمیبرید، در مسیر ابزار نیازیش، به کارش نمیاد. ما اول نیازهای امام رو اگر بشناسیم، بدونیم با کی طرف هستیم، کار او رو بفهمیم، دغدغه های او رو بشناسیم، باش آشنا باشیم و بشناسیم، خب خواه نخواه کاری که انجام میدیم مطابق با میل او خواهد بود و در جهت و جهت هدف او و تحقق اهداف او خواهد بود. این هم رضایت کسب میکنه، یعنی او خوشحال میشه. بله. به بچه آدم عاقلی، چه چیز مناسبی رو هدیه کرد. خب الان یکی از بزرگترین چیزهایی که میشه مثلا به عنوان سرفس ارائه کرد، این که حضرت دغدغه هایی داره. ما کدوم دغدغه حضرت رو میشناسیم؟ برای رفع دغدغه حضرت چه کرد؟ یکی از دغدغه ها، خیلی صریح بگم، اگه کسی دانشی داره، خواهرزادش رو بپاد، برادرزادش رو بپاد، پسر دوستش رو بپاد، مواظب عقاید اینا نسبت به امامت باشه. درست شد؟ بله. نزدیکترین عصر به عصر امامت، امام عصر ایسان، عصر غیبه، عصر امام عسکری است دیگه. بله. پدره. نزدیکترینش. امام چی فرمودن؟ شما برید در این احتجاج نگاه کنید یا در غیر احتجاج ببینید، امام عسکری تمام دغدغه‌شون این بوده که ایتام آل محمد. تا میگی ایتام، میرن سراغ چی؟ آقا که بسته غذایی درست کنید. در صورت که امام فرمود که ایتام، بله، ایتام کیا هستن؟ کسانی که راهزنان دین بر سر راه آنها نشستن. دقیقاً. امکان داره میلیاردر باشه فرد ولی یتیمه. چرا؟ چون امام نداره. تو باید بری تصدی کنی، دغدغه امام رو رفع بکنی، دین رو به او بیاموزی.